بحران در رأس نظام زهرخورده ولایت فقیه، جنگ گورکا بر سر سفر اشتون و محکومیت بین المللی رژیم، زوزه های پرقیز و کین سردشخیم قضایی خامنه ای علیه مجاهدین و اعتبار جهانی مقاومت ایران. در حالی که محکومیت جهانی جنایت ضد بشری رژیم ولایت فقیه و سفر اشتون به ایران حاکمیت زهرخورده آخوندها را دچار بحران شدیدی کرده است، دبیر مصلحت نظام نصب بیلبورد بزرگی از تصویر کاترین اشتون و صدام حسین را به عنوان نمود دیگری از جنگ گورکای زهرخورده مورد اعتراض قرار داد و به نقل از برخی رسانه‌های باند رفسنجانی روحانی نوشته است: پس از بالا رفتن بیلبوردهای صداقت آمریکایی، حالا نوبت به بیلبوردهای احتمالاً صداقت اشتونی رسیده و حالا در برخی خیابان‌های پایتخت خودنمایی می‌کند. بیلبوردهایی که نیمی از چهره مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را چسبیده به چهره صدام حسین نشان می‌دهد. به نوشته شرق، احتمالاً دلیل انتخاب صدام در کنار مهمان رسمی هفته اخیر مسئولان ارشد کشور، رساندن پیامی مستقیم به بینندگان این بیلبورد هاست. بیلبورد های صداقت آمریکایی در زمان مذاکرات ایران و 5+1 توسط مؤسسه فرهنگی هنری اوج در برخی شهرهای کشور نصب شد. بیلبورد هایی که در آن مذاکره کنندگان ایرانی را نشان می داد که ساده لوح معرفی شده بودند و نمی دانستند در مقابل آمریکایی های مسلح نشستند. شایان توجه است که جنگ گرگ ها بر سر محکومیت جهانی نقض حقوق بشر و اعدام ها و جنایات ضد انسانی رژیم و شکست مانورهای مدرنمایی بحران را به رأس نظام و بین سران قوای حاکمیت کشانده و زوزه های پی در پی آنها را از جمله توسط سردشخیم قضایی خامنه ای و رئیس مجلس ارتجاع به دنبال داشته است. آخر این مقدار دروغ در باب حقوق بشر برای چی آخر؟ آقای بانکیمون صحبت کرده گفته اعدام ها در کشور ادامه داره و شما باید فلانی و فلانی رو آزاد کنید از حزب. به شما چه این حرف رو؟ در داخل کشور قانون داره، ضابطه داره. بنده به وزیر خارجه عرض میکنم با کمال احترام، از امروز به همه مدعوینتون بگید در مورد هر رفتار خلاف قاعده و ضابطه در کشور رخ بده دستگاه قضایی ممکن است برخورد کنه. این رو از الان بدان و بهشون اعلام بکنه. اگر واقعا بحث حقوق بشره، ما 17,000 شهید داشتیم که اینها ترور شدن توسط همون افرادی که شما اخیرا اونها رو آزاد کردید و از لیست تروریست بیرون آوردید. بنده به وزیر خارجه عرض میکنم با کمال احترام، از امروز به همه مدعوینتون بگید در مورد هر رفتار خلاف قاعده و ضابطه در کشور رخ بده دستگاه قضایی ممکن است برخورد کنه. این رو از الان بدانید و بهشون اعلام بکنید. پاسدار علی لاریجانی رئیس مجلس ارتجاع نیز در قبال محکومیت بین المللی رژیم و اظهارات دبیر کل سازمان ملل و شکست فضاحتبار نمایش های فریبکارانه دیکتاتوری آخوندی زوزه سرداد و از جمله گفت: گزارشی که دو روز گذشته توسط سازمان ملل خوانده شد شامل تهمت‌هایی بود که توقع نمی‌شد دبیر کل ملل متحد چنین گزارشی دهد و غیر قابل تصور بود. این موضوع مهمی است و باید بگویند چرا این حرف‌ها را می‌زنند. امروز سازمان ملل از نظر سیاسی دچار پوچی شده است. در این 10 سال اخیر چند جنگ در منطقه ما اتفاق افتاد و سازمان ملل کجا بود؟ خطاب به سازمان ملل میگویم چه لزومی دارد که ما نظام حقوقی شما را برگزینیم و این چه فشار غیر منطقی است که نظام حقوقی ما را باید اجرا کنید و این وحشیگری مدرن است. اگر نگرانی در مورد سلاح هسته‌ای دارند کامل نشان می‌دهد که بهانه‌جویی است و کمی در مورد سیستم موشکی نظام سخن گفتند که پایه‌ای ندارد و به سراغ حقوق بشر رفتند که با حیثیت آن بازی کنند.
وزارت خارجه رژیم نیز با سوز و گداز از افشای جهانی جنایت رژیم توسط مقاومت ایران در قبال اظهارات دبیر کل ملل متحد آه و فغان سر داد. سخنگوی وزارت امور خارجه گزارش دبیر کل سازمان ملل را به شورای حقوق بشر درباره ایران غیر قابل قبول و متأثر از رویکرد سیاسی به مقوله حقوق بشر دانست. خانم افغان با تاکید بر اینکه انتظار از دبیر کل سازمان ملل این است که در بررسی وضع حقوق بشر کشورها و از جمله ایران منصفانه و بی‌طرفانه عمل و از دخالت در امور داخلی کشورها پرهیز کند افزود، ذکر موارد خلاف واقعیت و تشابهات زیاد این گزارش و گزارش‌های سالانه برخی کشورهای غربی نشان می‌دهد که منبع این گزارش‌ها یکسان است و منابع مرتبط با برخی کشورهای غربی و سایت‌های خبری و گروه‌های تروریستی بدنام و وابسته منبع و مرجع تهیه گزارش قرار گرفته.